سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. در مورد این اپیزود من نمیخوام چیز زیادی بهتون بگم چون حاوی محتویات خشونت آمیزه. فقط تنها نکته اخلاقی که میتونم در مورد این اپیزود بهتون بگم اینه که در انتخاب همسر دقت کنید تا اینکه تبدیل به کت چرم نشید. دقیقا. بریم با هم داستان رو شروع کنیم. کاترین نایت در سال 1955 در شمال سیدنی به دنیا اومد. یه خواهر دوقلو هم داشت و 6 برادر بزرگتر هم از خودش داشتش. پدر و مادرش گذشته جالبی نداشتن. مادرش قبلا شوهر داشته و با دوست شوهرش که پدر کاترین باشه دوست میشن، با هم میریزن رو همدیگه و بعد فرار میکنن از روستاشون. بعدم نرفته با یه آدم درست حسابی بریزه رو هم، با یه آدم الکلیه خشن دوست میشه که هر از چنگایی تقریبا هر یک هفته یک بار مادر کاترین رو به قصد مرگ میزده و باش رابطه جنسی برقرار میکرده. و مادر کاترین هم مریض‌تر از این حرفا تمام جزئیات این رابطه رو برای بچه ها شرح میداده و بچه هاش درد و دل میکرده. معلومه که آدم مریضی بوده. دقیقا. یعنی خیلی کار اشتباهیه که بخوای مثلا در مورد جزئیات رابطت با بچهت بخوای حرف بزنی. رابطه که چی، در مورد زندگی، در مورد مشکلات هم حتی نباید حرف بزنی. ولی اون حرف میزده از رابطه جنسیشون، از تنفرش نسبت به مردا، نسبت به رابطه جنسی حرف میزده و در این حال با شوهرش هم زندگی میکرده. مثلا سالها بعد کاترین به مادرش میگه که من یه دوست پسری دارم، یه مدل رابطه جنسی ازم میخواد که من دوست ندارم. مادر کاترین بهش میگه که انجامش بده، غر نزن. دقیقا با هم، یعنی واقعا با همین لحن گفتم گفته، از بس که جدی بود این جمله. خلاصه کاترین تا سن 11 سالگی مورد تجاوز عموهاش قرار گرفته، داییش، پدر بزرگش، کلن خانواده اصلا قاطی مریض داشته. آره واقعا مریض بودن. و این بچه در مدرسه هم خیلی قلور بوده، یعنی خیلی خشن بوده. بیشتر وقتا بچه های مدرسه رو میگرفته میزده. خب دیگه چون زورش هم واقعا به خانواده و هیچ کسی دیگه نمیرسته، فقط بچه های کوچکتر. حالا این شما دقیق نمیدونم ولی میزده. حتی تو بگی بچه های کوچکتر، یه بار به معلمش حمله میکنه ولی زورش به معلمش نمیرسه، یه فسکوتک مفصل از معلمه میخوره. یعنی کافی بوده که عصبانی بشه، به هر کسی که میتونسته حمله میکرده. یه بار با تفنگ میره تو مدرسه و به یکی از پسر مدرسه شلیک میکنه. اینقدر یعنی غیر قابل کنترل بوده عصبانیتش. کاترین زمانی که 15 سالش بود از مدرسه ترک تحصیل کرد، چون که درست حسابی هم نمیتونست درس بخونه و خب چون از مدرسه اومده بود بیرون بلافاصله باید میرفت سر کار. رفت توی کارخونه پوشاک، شروع کرد به کار کردن به عنوان برشکار، پارچه ها رو برش میداد. بعد از حدوداً 1 شغل رویاییش رو پیدا کرد توی کشتارگاه. اول که وارد شده بود به عنوان تمیز کننده وارد شده بود، یعنی تمیز میکرد همه جا رو. بعد صاحبین کارگاه دیدن که کاترین خیلی خوب با چاقو کار میکنه، خیلی خوب مهارت داره و بهش گفتن که بیا تو تمیزکار نباش دیگه، بیا کار قصابی انجام بده. کاترین شده بود مسئول کسی که خوکا رو گردن بزنه یا گوشت رو از استخون جدا بکنه و خلاصه خودش میگفت که من شغل رویاهام رو پیدا کردم، کاری که ازش لذت میبرم. این کار انقدر براش لذت بخش بود که چاقوهاشو میآورد بالای تخت خوابش آویزون میکرد. یعنی در این حد لذت میبرد از این کار. من یادمه یه بار چند سال پیش مامانم اینا چی گرفته بودن؟ کله پاچه گرفته بودن. بعد من مجبورم کله پاچه ها رو پاک کنم. من یک لقمه نتونستم از اونا بخورم. واقعا کاره، یعنی چجوری بگم، چندشیه تقریبا میشه گفت واسه آدم عادی. اصلا نمیدونم چجوری، ولی اون از این لحاظ که میگه من شغل رویاهامو پیدا کردم. آره همینجوری خود آدم مثلا میگم یه چیزی میخواد گوشتی ببره حالش به هم میخوره، دیگه چه برسه به اینکه بخوای سرش ببری لذت بخش باشه برای.
خلاصه زمانی که 18 سالش بود توی بار رفته بود داشت مشروب میخورد، با یه مردی به اسم دیوید آشنا شد. تو این داستان ما دو تا دیوید داریم. این دیوید اوله که باهاش توی بار آشنا شد. دیوید یه آدم الکلی بود، الکل میخورد، دعوا را مینداخت، دوباره الکل میخورد، دوباره دعوا را مینداخت و کاتین از این موضوع بعدش نمیومد. دیوید که میرفت دعوا میکرد، کاتین هم پشت سرش میرفت دعوا میکرد. و انگار فکر کنم اینم دوره مرد دعوا میکرد، فکر کنم اینم دوره مرد رویاهاش بوده که مثلا با هم میرفتن دعوا میکردن. دیوید چند بارم سعی کرده بود که کاترین رو کتک بزنه، ولی متاسفانه از کاترین کتک بدی خورده بود، انقدر که کارش به بیمارستان کشیده بود. آدم که اینقدر دیگه خشونت داشته باشه بخواد بتونه سر حیوانا رو بباره راحت، دیگه زورش به این نرسه. بعد باز همه اینا رو بذار کنار، سال 1974 کاترین به دیوید پیشنهاد میده که ما این همه مشکل داریم با هم دیگه، تو هم که همیشه دائم المستی، بیا با هم دیگه ازدواج کنیم، زندگی خوبی تشکیل بدیم. و دیوید هم قبول میکنه این مسئله رو. با این همه مشکلی که اینها با هم داشتن 10 سال با هم دیگه زندگی میکنن. شب عروسیشون مادر کاترین به دیوید میگه که حواست باشه که بازیش ندی، اگه بازیش بدی کشته میشی. یعنی اینقدر مستقیم. آره دیگه قشنگ مثل یه خوکی فکر کنم سرش رو میکنده رو. اصلا بهش گفته که بازیش ندی، بهش خیانت نکنی، اگه این کارا رو بکنی کشته میشی. شب عروسیشون دیوید و کاترین بعد از اینکه 3 دفعه با هم دیگه رابطه جنسی داشتن، دیوید از خستگی خوابش میبره و کاترین خیلی عصبانی میشه، چون شنیده بوده که مردم شب ازدواجشون تا صبح بیدارن و رابطه جنسی با هم دیگه دارن و این توی مغزش کاملا درست بوده که چرا این بعد از 3 دفعه گرفته خوابیده. توقعات چیزایی شنیده بوده. اصلا انقدر عصبانی شده بوده که میره روی سینه دیوید میشینه و گلوی دیوید رو به حد مرگ فشار میده و تقریبا داشته خفه میکرده دیوید رو که چرا تو تا صبح با من رابطه جنسی نداشتی و از این مثلا ناراحت بوده. و جالبیش اینجاست که فکرم قبلا هم گفتم اینا 10 سال با هم دیگه زندگی میکنن و 2 تا بچه داشتن. یک بار دیوید دیر میرسه خونه، دیر میاد خونه. وقتی میاد خونه میبینه که کاترین تمام لباساشو سوزونده، تمام کفشاشو سوزونده. یعنی دقیق از یه ذره اعصاب. واسه بعد دم در با مایتابه وایساده بوده، چنان میزنه تو سر دیوید که جمجمش میشکنه. فکر میکردم همش اینا فقط مثلا حرفه که با مایتابه میزنه، ولی واقعا میزنه تو سر دیوید، جمجمهش میشکنه، دیوید فرار میکنه، میره خونه همسایه قایم میشه و بعد که میره دکتر میبینه که جمجمهش شکسته. باز هم از ترس کاترین نمیره شکایت کنه، یعنی انقدر از کاترین میترسیده که از شکایت هم صرف نظر میکنه. سال 1976 اولین فرزندشون ملیسا به دنیا میاد. چند روز بعد از تولد اولین بچهشون دیوید فرار میکنه و از این شهری که زندگی میکردن میره. دیوید راننده کامیون بوده، برای همین میرفته شهرهای مختلف، ولی این بار دیگه از دست کاترین فرار میکنه. کاترین انقدر از این مسئله ناراحت بوده که بچه چند روزه رو میذاره توی کالسکه و هولش میده وسط بزرگ رو وسط خیابون که ماشین بهش بزنه، ولی خب اتفاق نمیفته و بیمارستان روانی میان و کاترین رو میبرن با خودشون. آزمایش میگیرن ازش، میگن که افسردگی خیلی شدید داره، افسردگی بعد از زایمان گرفته. یه چند روزی نگهش میدارن، یه 2 ماهی چند روز که نه 2 ماه نگهش میدارن و بعد آزادش میکنن. بچهش رو هم بهش میدن، بچه رو دوباره میبره میذاره رو ریل راه آهن. واقعا نه بچه رو بهش میدادن دوباره، اصلا عجیبه. بعد یه هوملسی یه خونه به دوشی بچه رو ریل راه آهن میبینه، دقیقا 2-3 دقیقه قبل از اینکه قطار بیاد بچه رو نجات میده و
همین کاترین میره تبر برمیداره به مردم حمله میکنه، میره یک خانومی بوده که ماشین داشته اون به اون خانوم حمله میکنه، صورتش رو زخمی میکنه، بهش میگه منو ببر تو که ماشین داری، من برم دیوید رو پیدا کنم. حتی میره سراغ اون مکانیکی که ماشین دیوید رو درست کرده بوده و مکانیکه رو میزنه، میگه تو چرا ماشین دیوید رو درست کردی که اون فرار کنه بره. از من هر وقت ماشین دیوید رو درست کنه زنگ میزنه بزنه شبر میپرسه. و واقعا بچه واقعا تو مغزش براش منطقی می اومده، اینا منطقی کاملا منطقی بوده براش. و خب این دفعه دوباره میگیرنش بیمارستان روانی، بستریش میکنن و مادر شوهر کاترین یعنی مادر دیوید این مسئله رو میفهمه که الان کاترین توی بدنامترین بیمارستان روانی بستریه، تحت بیهوشی اجباریه، یعنی کاملا میست که بیهوششون میکردن، نمیدونم دقیقا چه جوریه. میره رضایت میده، میگه که با چیه من، چیه من بهش میگن، با رضایت، با تضمین من، با تضمین من، با تضمین من این اجازه بدین که بیاد بیرون و زندگی کنه. دیوید رو هم بر میگردونه و این دوتا دوباره زندگی خوب و خوش و خرمشون رو شروع میکنن. دوتا مرغش. و در سال 1980 دومین دخترشون به اسم ناتاشا به دنیا میاد. در سال 1984 کاترین خودش دیوید رو برای همیشه ترک کرد و اول رفت با پدر و مادرش زندگی کرد، همچنان توی کشتارگاه کار میکرد و اموراتش میگذشت. بعد از یک سال کمرش ظاهراً دچار مشکل شده بود و الان شده بود حقوق بگیر. خونه هم بهش میدادن و دیگه مشکلی نه از لحاظ هزینه داشت نه از لحاظ خونه داشت. زندگیش یعنی رو به راه بود، اوکی بود. آره، تو خونه‌های دولتی زندگی میکرد و حقوق هم میگرفت. دیگه از پدر مادرش هم جدا شده بود. کاترین در سال 1986 با یه آقای دیگه به اسم دیوید وارد رابطه میشه. دیوید 38 سالش بوده، معدنچی بوده و روزگار خودش رو میگذرونده و از مالیش هم خوب بوده، ولی به اصرار کاترین میاد خونه کاترین زندگی میکنه، ولی آپارتمان خودش رو هم نگه میداره. ولی کاترین مدام به رفتارش عیب میگرفته، مدام حسادت میکرده، دعواشون میافتاده، کاترین دیوید رو بیرون میکرده، دیوید دوباره برمیگشته آپارتمان خودش، دوباره کاترین میرفته التماس میکرده، دیوید رو برمیگردونده و رابطهشون همین جوری داشته میگذشته. حتی یک بار کاترین برای اینکه دیوید رو بترسونه جلوی چشمای دیوید گردن یک طول سگ دو موها رو میبره و به دیوید میگه ببین چه کارایی ازم برمیاد، خشم منو ببین. و سال 1988 بچه مشترکشون به دنیا میاد، یک دختر به اسم سارا. و کاترین توی اتاق خوابشون حتی روی سقف اتاق چیزای عجیب و غریب نصب کرده بود، از چرم، از چنگک، شاخ حیوان، کلنگ، بیل، چاقو، یعنی هر چیزی که بتونی تصور کنی. راضی بودم اونجا. اصلا میگن حتی روی سقف هتلم، سقف هتل میگم، سقف خونه هم نصب کرده، اصلا یه فضای ترسناکی به وجود آورده. یعنی کلا انگار دوست داشته مثلا تو حس استرس و ترس و اینجور چیزا باشه همش. شاید رویاش آروم کنه، نمیدونم چرا اینجوریه. و اصلا برام جالبه که اینا فرد فکر بچه دار میشن، یعنی الان این دیگه از شوهر دومش، شوهر اول تو برگه شوهر دوم بشن بچه پرسید بچه هم بچه. در یکی از دعواهایی که داشتن کاترین با آهن، با یه دونه آهن میکنه تو صورت دیوید و بعد با قیچی شکم دیوید رو پاره میکنه. دیوید تا مدت ها قایم بود از دست چی؟ هر کسی کاترین. بود قایم میشه از دستش. و جالبش اینه که باز دوباره سال 1990 به دیوید دوم هم خیانت میکنه، میره با یه آقای 43 ساله به اسم جان که قبلا همکار کشتارگاهش بوده، با هم دیگه دوست میشن و ازش باردار میشه و یه بچه به دنیا میاره، پسر به دنیا میاره به اسم اریک. یعنی از این هم بچه داشته، یعنی هر کی سرش اومده نه نمیگفته داشته اصلا. تازه التماسشون کرد بیا با هم دیگه ازدواج کنیم، اینش جالب بود، التماس کرد بیا با هم دیگه ازدواج کنیم. ازدواجی بوده، از مورد خوبی بوده ازدواج. و با این آقای جان هم 3 سال میمونه و بعد ازش جدا میشه
بعد از یه مدتی هم میره با یه آقایی به اسم جان پرایس. جان پرایس یه معدنچی بوده، قبلا ازدواج کرده بوده و صاحب 3 فرزند بوده. یه فرزندش با زن سابقش زندگی میکرده و 2 تا از بچه هاش با خودش زندگی میکردن. آدم بی آزاری بوده، کسی در موردش چیز بدی نمیگه، ولی میره با کاترین و از گذشته خشونت بال کاترین هم خبر داشته. یعنی همه بهش میگفتن بابا این زن به این معروفه، ولی این میخواسته که باهاش باشه. همه شعارش همینجوری بودن تقریبا. آخه من واقعا نمیخوام قضاوت کنم، ولی قیافه‌ای هم نداشته که بگی مثلا والا خیلی خوشگل بوده، کاریزماتیک بوده، شاید. ولی خب با هم دیگه دوست میشن و بچه های کاترین هم خیلی این آقای جان پرایس رو دوست داشتن و باش رابطه خوبی داشتن. جان پرایس هم درآمد خوبی داشته و حسابی میتونسته با هم براش خرج کنه برای کاترین، و کاترین دوباره بهش اصرار میکرده که بیا ازدواج کنیم و جان پرایس میگفته بابا من نمیخوام ازدواج کنم. کاترین میگفته نه باید ازدواج کنی، من میخوام، ولی جان پرایس قبول نمیکرده این مسئله رو. در سال 1998 این درگیریشون برای ازدواج خیلی با شدت گرفته بود، به حدی رسید که کاترین برای اینکه از جان پرایس انتقام بگیره اومد از یه سری اقلام پزشکی که جان از سر کارش آورده بود و از توی زباله ها جدا کرده بود فیلم گرفت و فرستاد برای صاحب کار جان و بهش گفت که جان نارو از توی معدن دزدیده، و با اینکه اونها میدونستن که این اقلام از توی زباله ها جدا شده، ولی جان رو بعد از 17 سال از کارش اخراج کردن. دنبال بهانه بودن دیگه. من هم همینو فکر کنم بیشتر دنبال بهانه بودن، و این باعث شد که جان پرایس خیلی از دست کاترین عصبانی بشه و رابطهش رو باهاش قطع کنه. ولی بعد از یک مدت دوباره با همدیگه وارد رابطه شدن و با اینکه دوستان جان بهش میگفتن که بابا از این زن فاصله بگیری، یه مشکلی داره، ولی جان باش بود. فقط تنها کاری که میکرد اجازه نمیداده بیاد داخل خونش. در فوریه 2000 خشونت کاترین دیگه خیلی زیاد شده بود و مرتب به جان پرایس حمله میکرد، کتکش میزد، یه چند بار به قفسه سینهش خیلی ضربه زده بود. خب جانم سنش بالا بود و براش خطرناک بود. به حدی شد که کاترین رو از خونش بیرون کرد. در 29 فوریه قبل از اینکه بره سر کار رفت اداره پلیس و گفت که یک حکم به من بدین که کاترین دیگه نتونه به من نزدیک بشه. همین شوهرش به نظر اول همین کارو میکرد، چون یه دفعه به همهشون یه بار حمله کرده بود. اصلا بیشتر از یه دفعه حمله کرده، ولی به هر حال این کارو انجام داد. بعد هم رفت سر کار و گفت که اگر من فردا نیومدم سر کار، بدون این که کاترین منو کشته. بدون این کاره کیه. و دوستاش بهش گفتن داداش خب نرو، تو که میدونی این زن قراره بهت حمله کنه، چرا داری میری خونه؟ گفت نه، من باید برم، من میترسم اگه من امشب نرم ترسم به بچه هم حمله کنه. آره دیگه، بچه هم سمت خودش دیگه، بچه هاش هم درگیر میکرد. آره گفت که من اگه نرم ترسم که به بچه هم حمله کنه. و بعد از سر کار میره خونه میبینه بچه هاش نیستن. ظاهرن کاترین بچه ها رو فرستاده بوده خونه یکی از دوستان مشترکشون که شب رو اونجا بخوابن، خونه رو خالی کرده بوده و خودش هم میره یه لباس زیر لباس شب میخره، اون لباس رو جلوی دخترهاش میپوشه، در حال فیلم گرفتن هم بوده ظاهرن از خودشون، و به بچه هاش میگه که آیا این لباس قشنگه، لباس شبی که خریده قشنگه که من امشب اینو بپوشم، و بچه‌هاش هم میگن آره خوشگله. جان تا حدود ساعت 11 شب با همسایه‌هاش صحبت میکرده و پیش همسایه‌هاش بوده، بعد میره خونه. کاترین هم میره خونه جان، اول میره دوش میگیره، بعدش میره تلویزیون یکم نگاه میکنه و بعد جان رو از خواب بیدار میکنه و با همدیگه رابطه جنسی برقرار میکنن. اول مارس سال 2000 بود، ساعت 6 صبح بود و همسایه ها متوجه شدن که ماشین جان هنوز نزدیک خونشه و نگران شدن، رفتن در زدن، کسی در رو باز نکرد، زنگ زدن سر کارش و گفتن که جان نیومده سر کارش. همسایه ها دوباره سعی کردن از پنجره های مختلف داخل خونه رو نگاه کنن و متوجه خون روی زمین شدن
برای همین هم زنگ زدن به پلیس و گفتن که ما خون دیدیم داخل خونه جان پرایس و بهتره که بیاین چک کنین. وقتی که پلیس ها اومدن فکر نمی کردن که حالا مثلا یه نفر زده با کشته با چاقو دیگه کشته دیگه، بیشتر از این که نیستیم، مثلا یه گاوی گوسفندی خوکی چیزی کشته، حالا اونش بمانه اصلا آدم کشته شده دیگه. در خونه رو که باز کردن همینجوری که داشتن نگاه می کردن همه جای خونه پر از خون بود، یعنی یه جای بدون خون نتونستن تو این خونه پیدا کنن. قشنگ مشخص بود که کسی که مورد حمله قرار گرفته توی خونه دویده و این خونه به جاهای مختلف پاشیده. ولی چیزی که اون ترسناکتر کرد مسئله رو این بود که یه قلابی آویزون بود، وقتی نگاهش کردن دیدن که به نظر میاد یه پوست انسان کامل، یعنی حتی یه سانت هم مثلا نبود که بگید مثلا تیکه تیکه از بین رفته باشه، آره مثلا گم نبود تیکه، همش کامل بود، کامل. وقتی نگاشن در موهای فرفریش دیده میشه، دماغش دیده میشه، جای دهن مشخصه، گوشا مشخص. اومدن پایین‌تر دیدن آلت تناسلی هست که بس مشخصه که این متعلق به مرده. بعد که برگشتن نگاه کردن دیدن که یه جسد اونجا افتاده که پوست نداره، سر هم نداره. رفتن جلوتر و دیدن که بله کاملا پوست شده جسد، یعنی مثل یه چجوری بگم واقعا مثل پوست مثلا حیوانا رو که چه میکنن مثلا میکشن و فرش میکنن زیر پا. حیوانا رو مثلا میتونی بگی پرز پوستش جدا میشه، ولی خب انسان مثلا پوستی نداره که تو بتونی اینو جدا کنی در اون حد. طبق نظر کارشناسی 40 دقیقه طول کشیده که با اون مهارتی که این نفر، حالا ما میگیم کاترین دیگه چون مشخصه کی پوستش کرده، کاترین داشته، 40 دقیقه طول کشیده که کاترین این جسد رو پوستش کنه، کاملا پوستش کنه. و چیزی که پزشکی قانونی گفت این ضخامت پوست بین 1 سانت تا 4 سانت، یعنی قشنگ دیگه با مهارت این تمام دقتش رو گذاشته که کامل پوستش بکنه. آره. بعد پلیسا رفتن نزدیک جسد دیدن که یه رد خون هم هستش، رد خون رو اومدن گرفتن، رسیدن به یک قابلمه آلومینیومی، درش رو که باز کردن دیدن یه بوی بدی میده، روش سیب زمینی و کدو و سبزیجاته و یه سر آدم هم هست که داخلش داره پخته، یعنی پخته خاموشش کردن. حالا گذاشته بپزه که دیگه بیاد بخوره دیگه، حالا اینش بماند. نه تو هنوز نمیدونی خودش چه اتفاق براش افتاده. دو تا بشقاب توی آشپزخونه بود که از باسن جان پرایس کنده بودن، گوشتر رو استیک کرده بودن، توی ظرف با سبزیجات سرو شده بود، روش اسم نوشته بود، جاناتان و اون اسم بچه دیگه شدم نمیاد نوشته بود و گذاشته بود که اینا غذا رو بیان بخورن. یعنی مثلا توقع داشت که بچه های جان که میان خونه با اون وضعیت، با اون صحنه که میبینن بیان غذا بخورن، بیان غذا هم بخورن. من نمیدونم مثلا تو مغز کاترین چی داشته میگذشته. پلیس یه تیکه دیگه گوشت هم پیدا کرد که بیرون از خونه افتاده بود و حدس بر اینه که کاترین احتمالاً می‌خواسته اون گوشت رو بخوره ولی نتونسته، حالا چرا نمی‌دونه، و انداخته بودش خارج از خونه. پلیس کشف کرد که احتمالاً کاترین بعد از این که با جان پرایس رابطه جنسی داشته، چاقویی که از قبل آماده کرده بوده و با خودش آورده بوده خونه جان پرایس رو بر می‌داره و اولین ضربه رو به جان می‌زنه. جان خب مرد قوی هیکلی بوده، توی معدن کار میکرده، کار معدن کار راحتی کار نیست، کار میکرده، آره بدن قوی باداشته دقیقا، و بلند میشه فرار میکنه، سعی میکنه برق روشن کنه، حتی به در ورودی هم میرسه، در رو هم باز میکنه، ولی کاترین چاقو داشته، شروع میکنه به چاقو زدن و جان نمیتونه دوام بیاره، از پا در میاد دید. من قشنگ یاد فیلم ترسناک افتادم، پاهای جان رو میگیره و میکشه داخل حال و در خونه رو میبنده. گفتن که 37 ضربه چاقو خورده و قبل از اینکه پوستش کنه کلن جان دیگه فوت کرده بوده، به خاطر اینکه ضربه ها خیلی عمیق بوده، خیلی یعنی تمام ارگان های بدنش رو از کار انداخته بوده، برای همین جان مرده بوده. ولی خب میکشدش داخل و شروع میکنه به پوست کردن جان.
کاترین رو پیدا میکنن داخل همون خونه، ولی در حالی که داره خور و پف میکنه و تعداد زیادی قرص خورده بوده که خودکشی کنه، ولی خب موفق نمیشه خودکشی کنه، نجاتش میدن و حالش بهتر میشه و به هوشش میارن. یه چیزی که متوجه شدن اینه که کاترین بعد از اینکه جان رو میکشه و پوستش میکنه از خونه میره بیرون، میره از حساب بانکی جان حدودا $1,000 پول میگیره. معلوم نیست با این $1,000 چیکار کرده، میخواسته فرار بکنه دیگه شاید با $1,000، ولی خب معلوم نیست با پولا چیکار کرده، یعنی هیچ وقت در مورد این که پولا چی شده توضیح نداده. در سال 2001 قرار بود که کاترین دادگاهی بشه، چون کاملا مشخص بود که کی به قتل رسونده، ولی کاترین میگفت که من نکشتم. اگه نکشته چرا میخواسته خودکشی بکنه؟ پس گفته من نکشتم دیگه، باید قبول کنه خب نکه گذشته این نداشته. گفته من نکشتم، من اون شب اومدم خونه جان، ما با هم دیگه رابطه خیلی جنسی خیلی خوبی داشتیم، هر دومون به اوج لذت رسیدیم و من آخرین چیزی که یادم اینه که جان از جاش بلند شد رفت که ادرار کنه و من دیگه جان رو ندیدم. یعنی فکر کنم معتقده که یکی دیگه اومده جان رو، احتمالاً شوهرای قبلیش بودن اومدن این شوهر رو کشتن، احتمالاً بس که خوب بوده می‌خواستن اینو بگیرن. ولی به هر جهت توی دادگاه وکلای کاترین میگفتن که کاترین بیمار روانیه و شما نمیتونین محاکمش کنین، اون هیچی از گذشته یادش نمیاد، نمیدونه چیکار کرده، سابقه پزشکی داره. ولی خب روان پزشکایی که کاترین رو چی میکردن، کاترین رو معاینه میکردن، میگفتن کاترین کاملا سالمه، کاترین کاملا آگاهانه این کار رو کرده، میدونسته که داره چیکار میکنه. و بعد در دادگاه برای این که کاترین حکمش رو قبول نمیکرد قرار بود هیئت منصفه بیان و تصمیم بگیرن. انتخاب هیئت منصفه هم خیلی کار سختی بود، چون اونا باید هیئت منصفه باید یه سری عکس میدیدن که من واقعا مثلا خودم که تصور میکنم دیدنش فکر نمیکنم خیلی چیز خوبی باشه. واقعا مثلا آدم یه حیوان مثلا میخواد سرش رو ببره حالش بد میشه دیگه، بیاد مثلا عکسای پوستین کنده شده یه نفر نگاه آره کن. بعد میگفتن که اصلا عکس‌ها وضعیتش خیلی خرابه، موقعی که پوست میکرده شکم، محتویات شکم، مثلا اندامهاش بیرون بوده و هیئت منصفه نمیتونستن این عکس‌ها رو تماشا کنن. ولی کاترین در آخر لحظه قبول میکنه و میگه که باشه، من جان رو کشتم. برای همین دادگاه استرالیا برای اولین بار به یک زن حکم حبس ابد بدون آزادی مشروط میدن و خب الان کاترین در زندانه. ولی یه چیزی که این ماجرا رو عجیب میکنه اینه که چند سال بعد کاترین یه شکایت به دادگاه میده و به دادگاه میگه که برای قتلی که من کردم این حکمی که دادین خیلی زیاده. خیلی زیاده واقعا، یعنی اگه مثلا حالا همه این کارا رو میکرد میسوزون دو نفر دیگر رو میکشت، 100 نفر دیگر هم چاقو میزد، فکر میکنم باید مثلا اینجور حکم میشد. چی فکر کرده خودش واقعا من نمیدونم. آره گفته برای حکمی که به من دادین خیلی برای من زیاده، من باید از زندان در بیام، فقط موندم از زندان در بیام میخواد دوباره چه گند جدیدی بزنه بچه های طرف رو بکشه دیگه. احتمالاً کاترین در حال حاضر خب در زندانه و به عنوان نظافتچی کار میکنه. گفتن با اینکه آشپزیش خیلی خوبه و اون کارمندان زندان خیلی آشپزیش رو دوست دارن، ولی به هیچ عنوان اجازه نمیدن که توی اون بخش کار کنه و فعلا داره به عنوان نظافتچی کار میکنه. حالا یهو جوگیر میشه میاد کسی رو میکشه میکنه تو غذا. این اپیزود هم تموم شد. فکر میکنم اونایی که اپیزودهای حل شده خیلی دوست دارن الان خیلی خوشحالن، چون چند وقت ما داریم همینجور حل شده پشت سر هم میذاریم، ولی من با یه حل نشده عجیب و غریب قراره برگردم، الان درگیر اونم هنوز. اگر میخواین از ما حمایت کنین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار.